بگو راحتم کن، حیثیتم، آبروم. من هم تا زندم مثل دخترهای خودم از حد نگهداری بکنم، شادم عزیزتر از اونها. از اولم نیتم همین بود، یهو گرفتار شدم، یهو اسیر شدم. به من بگو تو جای پدر منی، بگو یه حرف را قویه. دلم نمیاد جوانی تو به پای من حروم کنی، اونم یه زندگی پنهونی، ترس رسوایی، سر زدن های گاه و بیگاه. اگه راضی باشم چی؟ باید بگم نه؟ با امید حبیبی نیا صحبت میکنیم درباره حضور زن در سینمای ایران و رسیدیم به مقطع پس از انقلاب. امید جان، گویا در سالهای اول انقلاب سینما خیلی وضع مشخصی نداشت و مدتی طول کشید تا ساخته شدن فیلم و تکلیف سینما در واقع روشن بشه. بله دقیقا همینجوره، یعنی ما تو اون چند سال اولیه شاید ورود فیلم فارسی ها به با ژانر جدید دیگه، ژانر سواکی به سینما بودیم. از طرف دیگه حالا یه سری هم که فکر میکردن دوره سانسور تموم شده و بهار آزادی شروع شده، متاسفانه خیلی دیر فهمیدن که اشتباه میکردن، یه سری فیلم های ساخته شد که اتفاقا فیلم های بسیار درخشانی هم بود، از تصویر زن نوینی که حالا انقلاب کرده و خواسته های خودش رو میخواد و متاسفانه همه اینا توقیف شدن و هیچ کس ندید اینا رو. ولی در اون دو سه سال اول موج شدیدی از در واقع ژانر فیلم فارسی حاکم بود و تا سال 60 که در واقع بنیاد فارابی تشکیل شد و سعی کرد که اون سینمایی که حالا یه مقداری داره این طرف و اون طرف میره برای خودش چپ و راست میزنه رو کنترل بکنه با آیین‌نامه‌ها و ضوابط جدیدی که به وجود آورد. ولی در اون دو سال اول در واقع هیچ معیار و ملاکی در کار نبود جز این که یه سری فیلم فارسی ساز در واقع دوباره با ژانر جدیدی وارد معرکه شدن، فیلم‌های فیلم سازان در واقع فرهیخته‌تر هم که توقیف شدن، هیچ کس اونها رو ندید. حالا توی سینمای آیین‌نامه‌ای حضور زن چه شکلیش، چه جوری بود، چه جوری نمایانگر بود؟ از در واقع سال 60 به این طرف ما شاهد آیین‌نامه مشخص هستیم، یعنی هر سال به سال آیین‌نامه ها در واقع تدوین و مشخص میشد. مثلا یه جا میگفتن کلوزآپ از زن نباشه، حجاب نباشه، حجاب بدحجابی نباشه و چیزهای مشخص، یعنی کاملا مشخص بود. تا اینکه ما رسیدیم به مقطعی که در واقع همه اینها مستلزم تصویب بود، یعنی شما میدین در فیلمی که در ایران میخواد ساخته بشه همشون نیاز به تصویب داره. یکی از مهمترین چیزهایی که در بررسی فیلمنامه و در بررسی فیلم، حتی در بررسی آنونس، تبلیغات فیلم، همه چیزهای فیلم مورد بررسی قرار میده اینه که زن، شخصیت زن چگونه بازنمایی شده از دیدگاه معیارهای اسلامی از نظر دولت مردان جمهوری اسلامی که دستن در کار هستن در این قضیه. شخصیت زن در این سال ها متاسفانه برخلاف اون انقلابی که صورت گرفته بود انتظار میرفت که مترقی تر نشون داده بشه، در واقع پس رفت کرد. بعد از فیلم فارسی ها هم که در دهه 50 دچار بحران شده بودن، یه مقداری به طبقه متوسط میپرداختن، بدتر شد. یعنی ما شاهد زنی بودیم که فقط نقش کسی که توی خونه بازی میکنه، توی خونه نقش داره، در واقع زن خانه‌دار هست و با همون معیارهای اسلامی هستن و هیچ نقشی واقعا در جامعه نداره، برخلاف واقعیتی که در جامعه وجود داشت. حالا به هر حال درسته که زنها سرکوب میشدن، ولی اون سرکوب نبود که نقشی در جامعه نداشتن، واقعا نقش هم در جامعه داشتن و این نقششون هست که الان رسوندشون به اینجا، به این مقطعی که الان ما داریم میبینیم. ولی در اون دوران، یعنی در دهه 60 تا نزدیکای اواسط دهه 70، نقش زن نقش حاشیه‌ای بود و هیچ نقش به غیر از چند تا کارگردان مثل بهرام بیضایی با شاید وقت دیگر و چند تا کارگردان معدود، فیلمی ما که زن را در واقع نقش اصلی حتی باشه ندیدیم. تنها مورد در واقع مثبت در این زمینه که اونم از تلویزیون در واقع شروع شده بود و به مرور از تلویزیون دهه 50 شروع شد، به مرور کشیده شد به سینما، حضور چند فیلمساز زن بود که در
تاریخ سینما ایران بی سابقه بود که در اواخر دهه 60 شروع کردن به فعالیت. همونطور که اشاره کردی به نظر میسه که درسته که ما در واقع زن خانه‌دار و زن الگوی شایسته عفیف پاکتامن رو در دهه 60 اینا داریم، ولی پای زنها به پشت صحنه سینما باز میشه. حالا کارگردان‌ها یه نمونه هستن که تو مثال میزنی، در رشته‌هایی به نظر میاد که ما در سینما فعالان زن داریم که تا قبل از اون در پیش از انقلاب اصلا در اونجاها ما زنی رو نمیدیدیم که کار بکنه. علت این رو چی میبینی؟ و بعد همینجا در واقع به ما بگو که بعد از مقطع سال 75 سال 76 چه اتفاقی افتاد؟ چون به نظر میسه که اصلا نگاه به زن در سینما عوض شد. آقای حبیبی عزیز، ما یه چیزی حدود یک دقیقه و نیم وقت به انتهای برنامه مونده. خیلی سخت. خیلی سخت تمام سوالای پیچیده. من فقط توضیحی که دارم برای این قضیه این هستش که فضای جدیدی که به وجود اومد و مطالبات گسترده‌ای که در جامعه مطرح شد در اون بعد از جنگ باعث شد که یک سری در واقع تحولاتی در جامعه صورت بگیره. یعنی اینجور نبود که واقعا مثلا دولت دلش بخواد یا از بالا چیزی اومده باشه، این مطالبات اجتماعی از پایین بود که باعث شد که فیلمسازان زن وارد عرصه بشن و یک تفاوتی ایجاد بشه. منتها این تفاوت واقعا در کمیت هنوز مونده و در کیفیتش فیلمایی هستش که توقیف شده است و هیچ کس نمیبینه. این هستش که واقعا در حد تفاوت‌ها خیلی هنوز اونچنان که در این عصری ما داریم زندگی میکنیم که باید دیده بشه هنوز دیده نمیشه متاسفانه، و هنوز سیمای زن چیزی که در جامعه وجود داره مبارزه میکنه برای حقوقش، برای برابری، برای آزادی، هنوز دیده نمیشه در سینما. یعنی سینما به عنوان رسانه هنوز در ایران واقعا مطرح نشده، در یک مقطعی درجا زده و سرکوب شده، حالا با این سیاست‌های جدید که وضعیتش هم بدتر شده. بله، بسیار سپاسگزاریم از حضورتون در برنامه امشب. بحث خیلی جا داره که باز بشه و متاسفانه فرصت ما الان اجازه نمیده. ان شاء الله شاید حضور آقای حبیبی باشیم در این برنامه. با بله با دور تون رفتیم. نه ان شاء الله در یه برنامه دیگه دور کن کوشش کن. بسیار ممنونیم و امیدواریم که بتونیم در فرصت بیشتری با ایشون باشیم. حتماً از شما دعوت میکنیم که در برنامه دیگری هم در خدمتتون باشیم، ادامه بدیم این بحث رو. بحث بسیار جالبی هست و گسترده. با سپاس از شما آقای امید حبیبی نیا، روزنامه‌نگار، منتقد و پژوهشگر ارتباطات. و سپاس از شما عزیزان، یادتون باشه، شب شما هم خوش باشه، با ما همراه بودید، ممنون، سپاسگزار هستیم. برنامه پنجشنبه دیگه رو یادتون باشه، اسامی برندگان مسابقه عکس زن ایرانی در جامعه برنامه زن امروز اعلام خواهد شد. ایمیلمون رو هم یادداشت کنید برای تماس با ما. با سپاس از همه شما به استودیوی دیگر صدای آمریکا میرویم، همراه میشویم با برنامه خبرها و نظرها. تا درودی دیگر بار به همه شما عزیزان و درود به خانم درخشش. با سلام بر شما و با تشکر، برنامه امشب ما از صدای امریکا در واشنگتن.